أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا بخش از نکاتی که مربوط به مباحث قبل بود عبارت از این است که سر این که وجود مبارک زکریا سلام الله علیه فرزند خواست برابر آیه سوره آل عمران این است که وقتی مریم سلام الله علیها را دید هنالک دعا زکریا علاقه پیدا کرد که فرزند صالح داشته باشد. در برخی از روایات آمده است که جریان سید الشهدا سلام الله علیه رو در عالم غیب به زکریا سلام الله علیه ارائه کردند. او هم علاقمند شد که فرزندی پیدا کند که به سرنوشت حضرت ابی عبدالله مبتلا بشه، شهید بشه، وجود مبارک یحیی رو به اون حضرت دادند. اون روایات در صورت صحت سند قابل جمع است با آیات، چون ممکن است برای مطلب چندین جهت و چندین راز ذکر شده باشد، اینا مانع از جمع نیستن. هم اون قصه مریم درست باشد هم جریان سید شهدا. اگر روایات معتبر بود قابل جمع است. مطلب دوم جریان فرق بین معجزه و کرامت است که در بحث‌های قبل هم اشاره شد. اگر با تحدی هم اگر خارق عادت با تحدی همراه باشد و با دعوای نبوت و امثال اینها طرح شده باشد میشه معجزه، و اگر با تحدی یعنی مبارز طلب کردن نباشد با دعوای نبوت همراه نباشه میشه کرامت. اون چه برای مریم سلام الله علیها اتفاق افتاده از سنخ کرامت است مثلا، نه معجزه. اما چرا برای اون حضرت اتفاق افتاده است برای دیگران اتفاق نیفتاده است؟ تو برای طهارت روح اوناست. اگر کسی ان الله استفاکه و تحرکه و استفاکه ان الله تحرکه و استفاکه و تحرکه و استفاکه علی نساء العالمین، دو بار تطهیر را خدای سبحان در باره مریم ذکر کرده یا استفا را دوبار ذکر کرده، یه همچه خصیصه برای اون زن هست برای افراد دیگر نیست. اما جریان این که وذکر فی کتاب مریم از این تبذر حتما باید مثلا قصه و مانند آن در تقدیر گرفته بشه. وذکر فی کتاب قصت مریم برای این است که درست است که از این تبذر بدل اشتمال برای مریم هست، البته با توجیه، چون فعل یا وصف نمیتواند بدل باشد برای ذات مگر با توجیه. ولی برفرض هم که این بدلیت تام باشد، اون چی که در قرآن کریم آمده تنها جریان انتباز نیست، مجموعه داستان مریم سلام الله علیها است تا آخر. پس اگر از انتبازت هم بدون تکلف و توجیه بدل باشد برای مریم، باز ما نیاز به تقدیر داریم، برای اینکه اون چه که در قرآن مطرح است فقط جریان انتباز که نیست. تا ما بگیم انتباز چون بدل است برای مریم دیگه نیازی به قصه نیست. وذکر فی کتاب قصت مریم، باید این قصه از انتباز شروع بشه. مطلب مهم جریان تمثل هست که زن استادی بحث خوبی دارن به عنوان تمثل. فرق المیزان با تبیان مرحوم شیخ تا تفسیر صافی مرحوم فیض رضوان الله یندته این هفش قرن همین مطالب خصوصی المیزان است که المیزان را المیزان کرده. شما می‌دید این گونه از معارف
نه در تبیان مرحوم شیخ سیوسی است، نه در روز الجنان ذکر مرحوم ابوالفتوح رازی است، نه در مجمع بیان امین الاسلام فارسی است، نه در تفسیر صافی و نه در سایر تفاسیر. این تمثل چیه؟ فرمود به این که ارسلنا الیها روحنا فتمثل. فخر رازی 5-6 اشکال ذکر میکند، بعد اشکالها رو جواب میدهد. نه اشکالها پخته است و جوابها پخته، هر دو سوخته است. مشکل را اون حرفای فخر رازی و امثال فخر رازی حل نمی کنند. در این مسائل همون حرفی که بزرگوار گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، این جای فخر رازی و امثال فخر رازی نیست. اصل اشکال اینه که اگر تمثل هست از کجا آدم بفهم حق؟ اگر وحی و الهام و اینها از صنف تمثل است از کجا ما بفهمیم حق؟ اگه یه چیزی او دید به دیگران نمی بینند از کجا فهمیم حقه؟ سرش اینه که اینا نه اصل تمثل رو می دونن چیه، نه بین مثال متصل و مثال منفصل فرق دارن. ما یه کون و فساد داریم و یه تمثل. در جریان کون و فساد این شیء که حالت اول را دارد حالت دوم را ندارد، وقتی به حالت دوم رسید حالت اول را از دست میدهد. مثل که آبی که هوا میشود، صورت قبلیش را از دست میدهد، صورت بعدی را میگیرد. از قبل فساد هست، نسبت به بعد تکونه. این میشه کون و فساد که عالم ماده با کون و فساد همراه است. یه چیزی قبلا در اون صورت بود الان به این صورت در میاد و ماننده. تمثل با کون و فساد فرق دارد. تمثل آن است که اون حقیقت در عین حال که حقیقت هست و محفوظ هست در حوزه ادراک یک کسی به صورتی در میاد، همون حقیقت است. قرآن کریم می‌فرماید به این که خدای سبحان روح را، حالا یا جبرئیل یا فرشته دیگر، این را فرستاد، این روح با حفظ روحانیتش در فضای ادراکی مریم به صورت بشر در آمده، نه اینکه به بشر تبدیل شده، نه تبدل بشر، تمثل بشر. یعنی اون حقیقت الا ماهی علیها محفوظ است، به صورت پایدان تر آمده. در تبیین مسئله همون تلیعه بحث گفته شد، حالا یک فقیه یا یک حکیم یا قاعده عقلی یا قاعده نقلی رو در فضای عاقله ترسیم میکنه، این جز نوآوری های اوست. مثلا همون قاعده را میخواد به دیگران منتقل کند، حالا یا با گفتار یا با نوشتار. این قبل از اینکه به زبان بیاورد یا به زبانی قلم منتقل کند، در فضای خیال خود این رو متمثل بکند که من این مطلب عقلی را یا نقلی را به فارسی بنویسم یا عربی. اگر فارسی یا عربی است، یه مقدمه و پیش گفتار میخواد، سه تا باب میخواد، یه خاتمه میخواد، همه اینها رو در فضای خیال ترسیم میکند. اون مطلب معقول که در عاقل اوسی امر بسیط است، وقتی تنزل کرده همون مطلب در قوه خیال او ترسیم شده به این صورت در میاد، یه پیشگفتار است و سه فصل است و یک نتیجه. مثلا همون ترسیم شده خیال را به صورت یک سخنرانی یک صفحه بیان میکند یا به صورت یک مقاله 10 صفحه می نویسد. این 10 صفحه تجسم اون مثال است، اون مثال تمثل اون عقل. این قابل کون و فساد است، یعنی اون چه که گفته می شود یا نوشته می شود چون مادی است ممکن است تغییر پذیر باشه، تحول پذیر باشه، از بین بره و مانند آن، ولی اون صورت مثالی همچنان محفوظه که معقول شده متخیل، نه اینکه تجافی کرده پایین آمده دیگه چیزی و عاقلش نیست، از سنخ کون و فساد نیست. و اگر گوینده میگوید من عین اون چه که در ذهنم بود منتقل کردم به شما رسوندم، مصحح عینیت همون رفع وجودی است، وگرنه عین اون که نیامده. ما الان اصولا با این دارم زندگی میکنیم، یعنی زندگی شبان روزی ما با تمثل داره میشه. هر کسی بالاخره یه مطلبی رو میفهمه، بعد ترسیم بکنی که بشه زبان بگه، این میشه خیال و تخیل، منتها در حوزه خیال است، ایر نمیده، بعد رو منتقل میکنه. ما اصلا با تنزل دادن مطلب عقلی داریم زندگی میکنیم، منتها هر دو چون علم حصولیست برای ما محسوس نیست. خب اگر یک کسی
حواسش رو کنترل کند، اون چرا که به خیالی او آمده شب در عالم خواب میبیند. همین علم حصولی برای او میشه علم حضوری، همین این صورت خیالی برای او میشه صورت مثالی. اگر انسان وارسته باشه نسبت دیگران هم همین حال پیدا بکنه، نسبت به گذشته همینطور حال پیدا بکنه، نسبت به آینده همینطور بکنه. بنابراین تمثل فرق جوهری داره با کون و فساد. این اون مطلب عقلی تنزل میکند در حوزه خیال. این تازه مال مثال متصل. اما در مثال منفصل اون چرا که از ذات اقدس راه به عنوان فیض نازل میشود، بخشی مربوط به عالم لوح محفوظ است، بعد از اونها نازلتر به لوح محفوظ اثبات برمیگرده که یمحو الله ما یشاء و یثبت، بعدم به عالم قضا و قدر میآید، بالم پای تنزل میکند که نا کل شیء خلقناه به قدر. اون چه که به قدر و اندازه خلق شده مسبوق به عالم محو و اثبات است، اون مسبوق به عالم لوح محفوظ است. اون چرا که در لوح محفوظ هست اگر کسی ببیند تغییر ناپذیره، و اگر کسی با لوح محو و اثبات ارتباط برقرار کند، این به امید خبر میدهد، میگد اون چرا که ما فعلا در لوح محو و اثبات دیدیم اینه، ممکنه بدا حاصل بشه، کمتر بشه، بیشتر بشه، اظهار بعد از اخفا بشه، نه ظهور بعد از اخفا. اینا هست. سید الاستاد تعالی مثال متصل رو بیان کردن، ولی اون چرا که در جریان هست مریم و یا هست ابراهیم و یا هست زکریا و سایر انبیا، اینا ظاهرا با آدم مثال منفصل رابطه برقرار میکنن. مثال منفصل، نه مثال متصل. نه تنها در حوزه ادراکی اینها اینجور است، در مثال منفصل هست، اینا با مثال منفصل رابطه برقرار میکنن. ارتباط با عالم مثال منفصل مقدور همه نیست. بر فرض مقدور برخیا باشد، با سهو و نسیان همراه است، با خطا و خطیه همراه است. لذا اونا که اهل معرفتن، اهل تلاش و کوششن که با عالم مثال رابطه برقرار کنن، اهل کشف و شهود باشن، به این باور رسیدن و تصریح کردن، گفتن همون طوری که علوم حصولی چه در حوزه چه در دانشگاه یه سلسله علوم نظری پیچیده است که الا ولابد بد به بدیهی ختم بشه. اگر علم نظری به بدیهی ختم نشه که همچنان مجهول میمونه، و اگر کسی علم بدیهی نداشته باشه دسترسی به نظری نداره. پیوند نظری و ضروری هم معصوم است، یعنی رابطه بین نظری و بدیهی معصوم است. اون سالک و رونده است که اشتباه میکنه، منطق معصوم است، منطقی است که اشتباه میکنه. منطق یعنی راه بدیهی به نظری. این مطلب پیچیده بالاخره به جای ختم میشه که، اگر به جای ختم نشه که دیگه مطلب نیست، میشه امر باطل. هر مطلب دقیق نظری پیچیده به بدیهی ختم میشه. یک، این راه معصوم است. دو، رونده گاهی میلغزه گاهی نمیلغزه. این چی نیست که صراط نباشه، راه نباشه. اگر راه نبود که ما رو دعوت نمی کردن که. بین مطالب نظری و مطالب بدیهی راهیست معصوم که نه تخلف درش است نه اختلاف. این سالک، این ناظر، این حکیم، این فقیه، این محدث، این اصولی که رونده این راه است گاهی می لغزه. انهم عن الصراط الناکبون، گاهی نمی لغزه. چون گاهی می لغزه گاهی نمی لغزه، باید به کسی مراجعه کند که هرگز نمی لغزد. اون اهل بیتن، اونا میگن ما احتیاج به وحی و الهام معصومین داریم، برای اینکه اینا روندگانی هن که نمی لغزن. اگر کشف و شهود ما که پیچیده و نظریست و کشف و شهود اینا عرضه شد و مطابق در آمد، معلوم میشه این نظری به بدیهی رسیده، در این حال که از عمیق‌ترین مسائل نظری است. اگر به کشف و شهود اینها نرسیده، معلوم میشه این نظری ما به بدیهی ختم نشده، همچنان پیچیده است. کشف و شهود معصوم به منزله بدیهی است، کشف و شهود غیر معصوم به منزله نظری است. الا و لابد کشف و شهودهای اونها باید عرضه بشه به کشف و شهود معصوم،
همونطوری که در علوم حصولی نظریه ها به بدیهی ختم میشه، در علوم شرودی هم کشف غیر معصوم باید به معصوم برگرده. این حرف اون کنبلین و اساتین اونهاست که سر نیاز ما به معصوم برای همینه. هر عالم و صاحب نظری میگوید من یک مبادی باید داشته باشم، یه بدیهیات باید داشته باشم که نظری رو با اون حل کنم. اینا هم میگن ما یک کشف معصوم باید داشته باشیم که نظر کشفهای خودمون رو با او حل کنیم. فتحسته که ما دو تا عالم داریم، دو تا مثال داریم. یه مثال متصل است که در حوزه ادراکی بشر است که اون فرشته از بالا در درون انسان متمثل میشه از این صورت. یک مثال منفصل داریم که چه ما باشیم چه نباشیم، اون وجود عالم مثالی برای اون فرشتگان است و این انسانی که صاحب کشف شده است به اون مثال منفصل رابطه برقرار میکند. او دیگه یقینا معصوم است، چون هیچ اشتباهی درش نیست. حالا وجود مبارک مریم سلام الله علیه از کدوم سنخ بود؟ ظاهر قرآن همونطور که سیدن استاد فرمودن این است که به مثال متصل در آمد، چون در فتمثل لها بشرن سویا، نه این که مریم سلام الله علیها با مثال رابطه برقرار کرده، بلکه او برای مریم متمثل شده. و این تمثل اختصاص به صورت نداره. وجود بارک مریم سلام الله علیها چندین کار کرده و همه اینها مربوط به عالم مثال بود. اگر حرف زده شاید زبانش همطور عادی بود و دیگری حرفش نمیشتید اگر کسی همراه مریم سلام الله علیها بود، ولی او داشت حرف میزد. مثل اینکه آدمی که خوابیده داره حرف میزنه، خواب میبینه، کسی در کنار اوست بیداره، حرف او رو که نمیشنود. که حرف زدنش حرف مثالی بود، حرف شنیدنش با سامعه مثالی بود، نفخ او نفخ مثالی بود، انتفاق این انتفاق مثالی بود. منتها چون عالم مثال با عالم طبیعت ارتباط دارد، در عالم طبیعتش اثر گذاشته. شما میبینید کسی خواب بد میبینه، هراسناک از خواب بر میخیزه در حالی که عرق کرده است، در حالی که میبینه تو اتاق امن خوابیده. احترام هم از همین قبیله. تو این کتاب‌های عقلی در بحث منام، در بحث برزخ، در عالم مثال گوشه درباره احترام بحث کردن. این کسی که محترم میشه یه چیزی دیگری رو میبینه، بعد میبینه جامعه او خیس شده. اینطور نیست که رابطه بین طبیعت و مثال گسیخته باشه. اونی که دیده در جای دیگر دیده، در عالم مثال دیده، ولی همین شخص دیده. چون بین عالم طبیعت و بین عالم مثال رابطه هست، در عالم طبیعت اثر گذاشته. اون حوزه اولی حوزه مثال بود. همه ما تو منتها تو این اوضای عادی با مثال رابطه داریم. مثل که همه ما حرف میزنیم اما خیلی از حرفا مهمله. یه عده محققن حرف میزنن اما همش مستعمله. حرف زدن یکیه، مثال ها یکیه، خوابیدن ها یکیه، خواب دیدن ها یکیه. منتها یکی بد میبینه یکی خوب، یکی از واسه احلام میبینه، یکی حق میبینه. مثل که همه حرف زدن ما همونطوری که کما تعیشونه تموتون، کما تعیشونه تنامون. هر جوری که زندگی میکنیم حرف میزنیم همونجور هم میخوابیم دیگه. خب بنابراین ظاهر، پس ما دو تا مثال داریم، یه مثال متصل یه مثال منفصل. و مثال متصل احیانا اشتباه پذیر است، ولی مثال منفصل کار خداست و خلقت است و سرجاش محفوظه و هموار هست. ظاهر آیه مثال متصل است که همون تمثل لها بشرن سویا. نه، او تمثل کرده که لأهب لکر شده. اون وقت این دوتا آیهی که یکی در سوره انبیا بود یکی در سوره تحریم که احسنت فنفخنا فیه روحنا، اون تو عالم مثال بود، در عالم طبیعت اثر گذاشته. این فنفخنا فیه یک جا، فیها جای دیگر، من روحنا او روحنا، که این دوتا آیه قبلا خونده شد، یکی در سوره انبیا یکی در سوره تحریم، این در عالم مثال طبیعت اثر گذاشته. مثل اینکه یک کسی خواب میبینه بعد جامعه او خیس میشه. اونی که خواب دیده در عالم مثال است.
خواب دیده که مسافرت کرده به اون شهر رفته، اون حالت احترامی باید بهش جامعش قسم میشه. اگر بین طبیعت و مثال رابطه هست که هست، از اون طرف اثر میذاره، از این طرف اثر میگیره. وجود بارک مریم حرفی که زده مثالی بود، حرفی که شنیده مثالی بود، نفقی که شده مثالی بود، انتفاق که شده مثالی بود، صورتی که دید مثالی بود، در اثر ارتباط عالم مثال عالم طبیعت اثر گذاشته. این ارتباط رو ما مرتب داریم میبینیم، منتها ما تو ازواس و احلامی، اونا جای دیگه. اصلش حق مطلب دیگه این که اونها که واقعا به تجرد روح معتقد نیستن، نظیر متفکران مادی، اینا الا ولا بود گرفتار سفسده و شکن. البته بعضی هم تصریح میکنن ابایی هم از این کار ندارن، ابایی هم از این مطلب ندارن. رابطه انسان با واقعیت کلن قطعه. اونا میگن ما از واقع هیچ خبری نداریم مگر همون مقداری که در حوزه ادراک ماست. چرا؟ برای که ما با این مجاری حواس پنجگانه با عالم طبیعت ارتباط داریم، مست میکنیم، میبینیم، میشنویم، میچشیم و استشمام میکنیم مانند. این یک. این امور که عوارض و کیفیاتن وارد دستگاه ادراکی ما میشن. این دو. چون دستگاه ادراکی کلن ماده است، وقتی این کیفیات از بیرون به فضای درون میآید، کانال های پنجگانه عبور بکند. این سه. این کانال های پنجگانه مادی هم. وقتی چیزی از این کانال بخواد بگذرد، هم در این کانال و مجرا اثر میگذارد، هم از این کانال و مجرا اثر میپذیرد. برای اینکه اینا که معبر خاص نیستن برای او. یه سلسله اعصاب مادی، موجود مادی، وقتی معبر یه سلسله کیفیات بود، یک تعامل متقابلی بین این اعصاب و این کانال با این عابر هست. این خصوصیت های دست خورده تعامل یافته با کانال بعد به دستگاه بالا که تصمیم گیرندن میرسن. اون دستگاه تصمیم گیرنده وقتی بخواهد نظر بدهد، فتوا بده، در باره چیزی فتوا میده که محصول تعامل کیفیات از خارج آمده با کانال درونی اوست. این از کیفیات دست نخورده خبر نداره، یعنی نمیدونه حرارت یعنی چی، برودت یعنی چی، شیرینی یعنی چی، ترشی یعنی چی. این که دست گذاشته کنار بخاری حرارت رو احساس کرده، این حرارت به وسیله نیروی لامسه به دستگاه مغزی رو میرسه. وقتی این کیفیت گرم بخواهد برسد، از این کانال عبور میکند، یه تعامل متقابل بین این اعصاب لامسه با این حرارت ملموسه است. وقتی تعامل شد، چیزی اعصاب به اونها داد، چیزی اونها به اعصاب دادن، جمع‌بندی شدهش به اون مغز میرسه. اون مغز بخواهد درباره حرارت فتوا بدهد، ولی اینی که فعلا پیش من است از معنای حرارت اینه، اما واقعش دست نخورده همه لیانه رست و عبری. اونا ناچارن بگوین سفسته به ما در واقع خب از واقع نظری به شک تاکیم چه که میگوین. اما اگر ما گفتیم اونی که میگیرد روح مجرد است و حواس حتی در مرحله لمس از تجرد و رو تجرد ضعیف برخوردارن، اینا امین الله هم. اون چرا در خارج به اینها رسیده است، این همون را تحویل مراحل بالاتر میدهند. لذا قوه واهمه میتواند بگوید حرارت یعنی چی، قوه خیال میتواند بگوید حرارت یعنی چی، قوه عاقله میتواند بگوید حرارت یعنی چی، هر کدام در حد خاص خودشون. اینها هستند که به واقع ارتباط دارن. البته گاهی هم اشتباه میکنن و به بدی ختم میشه، ولی یه متفکر مادی الا ولا بود باید اعتراف بکنه، بگی صوفیست است، شکاک است، راهی به واقعیت ندارد. نه شکاک است یعنی واقعیتی نیست، بلکه شکاک است یعنی ما راه به واقعیت نداریم، ولی درباره بدیهیات. ولی اگر روح مجرد بود، این مسیر مجرد بود، هیچ تأثیر و تأثری بین ماده و مجرد نیست. اینا تو
دست اثر میگذارن، این دست رو گرم میکنن، نه نیروی لامسه را. نیروی لامسه سهمی از تجرد دارد و همچنان ادراک خود شفت میکنه. مطلب بعدی درباره تمثل است. رای کسی خواست پایان نامه‌ای درباره تمثل بنویسه، رساله بنویسه و مانند آن، ما فکر کردیم این 16 روایتی که مرحوم کلنی رضوان الله علیه در جلد پنجم کافی، چون احکام جنایز را ما یعاین المحتضر حین الموت را ایشون تو کتاب جنایز ذکر کرده، یعنی تو بحث طهارت، بحث این که اول اقسام طهارت ذکر میکنن، حکم انبات ذکر میکنن، غسل میت ذکر میکنن، که بعضی از فقهای ما هم احکام میت تو باب طهارت ذکر کردن، غسل میت و احتضار میت و تکفین میت و تطهیر میت، اینا تو کتاب طهارت ذکر میکنن. مرحوم کلنی رضوان الله علیه هم در کتاب طهارت به عنوان کتاب الجنایز آداب محتضر و احکام محتضر و اینا رو اونجا ذکر کرده. 16 روایت هست که ایشون اونجا ذکر کرده که وقتی شخص بار احتضار رسیده و بخش پایانی عمرش فرا رسیده، در دالان انتقال برزخ است، چهار میبینه، به چهار میبینه، وجود بارک پیغمبر میبینه، وجود بارک است امیر میبینه، این لبخندی که بعضی ها میتنن اینه، اشکی که از چشم بعضی از محتضر ها میرزد، اشک نشاط از قرة العین است. این 16 روایت خیلی جالبه، برای که دیدیم جامعه تر باشه به وافی مرحوم فیض مراجعه کردیم. میبینید مرحوم فیض در وافی به روال کلینی اینان کار نکرده، مسئله احتضار اینها رو گذاشته اون جلدهای آخر وافی، یعنی وقتی که انسان به پایان عمر میرسد مسئله وصیت رو اونجا ذکر میکنه، بعد بیماری شخص ذکر میکنه، استحباب و عیادت مریض ذکر میکنه، بالین محتضر انسان مریض چگونه ذکر میکنه، حالت احتضار ذکر میکنه، تجهیز ذکر میکنه، مرگ ذکر میکنه، برزخ ذکر میکنه، قیامت ذکر میکنه. این نظم مرحوم فیض است در وافی، شاید از یک نظری نظم خوب باشه. دو تا روایت هست که قبلا هم به مناسبتی از همون بخش پایانی وافی فیض خوندیم و از روی روزه کافی، یعنی جلد 8 کافی مرحوم کلینی هم خوندیم، و اونی که مرحوم کلینی نقل میکند الان ما به بالی یک روایت هست، ولی اونی که مرحوم فیض در وافی نقل میکند دو تا روایته. مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی جلد 8 اونجا نقل میکند که بشر اولی که میخوابید خواب نمیدید، انبیا اونها رو دعوت میکردن به احکام شرعی را انکار میکردن، بعد میگفتن اگر عمل بکنیم چی میشه، میفهمودن به این که پاداش دارید بعد از مرگ، عمل نکنیم چی میشه، کیفر دارید بعد از مرگ، اینا انکارشون بیشتر میشد، میگفتن انسان که مرده دیگه خبری بعد از مرگ نیست، هرچی اینا میخواستن بفهمانن انسان با مرگ نمیپوسد، از پوست در میاد، متوجه نمیشدن اون بشرهای اولی. بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرده، اینا آمدن پیش انبیاشون گفتن این چیه که ما وقت خوابیدیم در عالم خواب میبینیم، اینا چیه؟ انبیا به اینا میفرمودن اینها نمونه اون حرف هاست که ما میزنیم، ما که میگیم بعد از مرگ خبری هست، از این نمونه ها خبر هست، نه این که اینا که تو قبرستانن دوباره زنده بشن بیان تو خیابون بیابون، از این قبیل. این دو تا روایت هم از قرر روایات ماست. من فیض در وافی در بخش بعث و قیامت ذکر کرده، ولی جامع تر از همه اگر کسی خواست در این زمین رساله ای پایان نامه چیزی بنویسد، بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه هست. ایشون تقریبا نه تنها اون 16 روایت کلینی را و نه تنها اون مقداری که برای فیض در وافی نقل کرده، 56 حدیث نورانی در این زمینه در همین جلد 6 بهار نقل کردن. جلد 6 بهار به طبع بیروت از صفحه 173 تا صفحه 202 این 56 روایت نقل کردن. بعد در صفحه 200 دارن به این که گریان قصه حارس همدانی یا حار همدان من یمت یرنی رو تو این قسمت هایشون زیاد نقل کردن. در صفحه 200 دارن به این که تزییل اعلم ان حضور النبی و الائمه صلوات الله علیهم عند الموت به ما ورد به الاخبار المستفیزه و قد اشتهر بین الشیعه غایت الاشتهار،
و انکار و مثل ذلك لمحض استبعاد الاوهام ليس من طریق الاخبار. این بیان لطیف روشون ذکر کرده. در بعضی از روایات هم هست که برای همه نقل نکنید که وجود مبارک صدیق کبرا می آید اونجا، بلکه شاید اونا نتوانن بفهمن اونجا محرم و نامحرم ندارد، چون در اون روایت دارد که این رو برای همه نقل نکنید که حضرت زهرا. به هر تقدیر ایشون در صفحه 201 می‌فرمان به این که چند تا توجیه دارد. یکی از اون توجیهات این است که انه یمکن ان یکون حضورهم به جسد مثالی لطیف لا یراه غیر المختزر. بعد می‌فرمان اختصاصی به مبارک که پیغمبرو هست امیر که رحلت کرده بودن ندارن، اون ائمه هم که زنده بودن اونا هم می‌تورن. حالا کسانی نظیر زرارت ابن عین، همران ابن عین، اینا اگر رحلت کردن وجود مبارک امام صادق هم می‌دیدن. این اختصاص ندارد که اون امام رحلت کرده باشد. وجود مبارک ولی از ارجام هم همینطوره. بعد دیگه اشکال نکنید، خب دفعتن واحده صدها نفر میمیرن از شیعیان و مؤمنان و الهی. چجور یک امام حاضر میشه؟ که بود این تمثل است. وقتی وجود مثالی باشه، ذات اقدس اله مثالی ناقبل بکنه، محضوری ندارد که امام زمان در یک جا در یک لحظه صد جا حاضر بشه. و این جریانی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است که در یک شب مهمان 40 نفر بودم، قابل توجیه است با این بیان. اینها رو اگر فرصت بود بعضی از این مطالب رو می‌خوندیم. حالا حیف که فرصت برای اینها نیست. الحمدلله رب